سلام دوستان، من آرش هستم و به این قسمت از این برنامه خیلی خوش اومدین. توی این قسمت ما قراره ضربه های بدی که بازیکنهای حرفه‌ای توی سال 2023 زدن رو با هم دیگه ببینیم که بازیکنهای حرفه‌ای هم ضربات خیلی بدی میزنن. ما اکثر اوقات ویدیوهایی میبینیم ازشون که بهترین ضربه هاشون و بهترین سنچوری و 147 هاشون اکثرا میبینیم، فکر میکنیم که کل بازی همینه. وقتی خودمون بد بازی میکنیم و ضربه بدی میزنیم میگیم که آقا چقدر ما سطحمون پایینه، ولی ضربه های بد هم توی اسنوکر جزی از بازیه. همه ما میزنیم، حتی حرفه‌ای‌ها. بدون هیچ معطلی بریم ببینیم ویدیو رو. با اولین ضربه رو ترامپ میزنه. آخ 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 نه قرمز پات شد و نه کیوبان جای خیلی خوبی، پوزیشن خیلی خوبی گرفت، اصلا افتاد. خیلی ضربه، انصافا ضربه سختی هم هست، ولی خب خیلی هم بد زد. اینجا رونی سالیوا این ضربه رو میزنه، کیک میشه، ضربه کیک میشه، هدفگیری، همه چی درسته. منتها احتمال خیلی زیاد کیوبال کثیف بوده، باعث شده که توپ قرمز از مسیر لاین طبیعی که قراره بیفته توی پاکت خارج میشه و پات نمیشه. خب یه ضربه خوب، آخ 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 میفته. بله، همین ضربه رو اگه خیلی آروم میزد اصلا برده بود، بازی رو کلن برده بود. 5 امتیاز خطا میده، سالیوا میاد روی میز، هر سه تا توپ رو پات میکنه، بازی رو میبره. یک اشتباه باعث میشه یه فریم رو بدی. سالیوان هم که دیگه اصلا توی اینجور چیزا رحمی نداره. این ضربه هم ضربه سختی انصاف. اینا ضربه سختیه. ببینید خیلی صاف زد. زاویه باید یه زاویه خیلی کمی میداد به توپ که ضربه سختی هم هست. انصافا ضربه سختیه. آخ 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 چرا اینجوری زد؟ شانس آورد اون افتاد. یعنی مارکالن میومد روی میز از همون توپ شروع میکرد بازی رو. یه جاهای توپ قرمز وقتی میفته اصلا خیلی خوب بهتره برای شما تا اینکه روی میز بمونه. اونم میفته. وای موقعیت خیلی خوبی هم به حریفش داد. همون بازی این سری نوبت مارکالن بود که همچین خطایی بده، یه همچین اشتباهی کنه در واقع. میس کیو شد. اینجا میدونید چه اتفاقی میفته؟ بازیکن یا گچ نمیزنه، درست گچ نمیزنه، یا این که گریپش رو صفر میگیره، اصول و تکنیک اولیه رو رعایت نمیکنه. میبینید؟ و یا این که خیلی زیر توپو میخواد بزنه. میبینید؟ خیلی زیر توپو میخواد بزنه، باعث میشه که اصطلاحا بهش میگن میسکیو، چوب در بره، نتونه ضربهشو بزنه. خب من رابرتسون خیلی دیدم، چون با پاور بالایی میزنه، خیلی دیدم که میسکیوشه، چوبش در بره، خوشم اصلا راضی نیست. اینجا هم بله، اینجا هم میسکیو میشه. نگاه افزیر میده که توپش برگرده، ولی چوب سر میخوره، توپ افه نمیگیره، همونجا وای نیست. از حسین وفایی، بازیکن ارزشمند ایرانی. ضربه از هافکی میفته، سفید میفته، مشخصه مشخصه. بله این همون بازیه که خیلی توش خطا داد، خیلی. این دومین خطاشه، اون بالا هم شمارنده گذاشتن، فکر کنم 4 تا یا 5 تا خطا داد توی همین بازی. البته یکی دو تاش مثل همین ضربه‌ای که الان زد بدبیاری بود، یعنی بدبیاری آورد و یعنی توپش اینجا هم نه توپش خورد به نه کیوبال خورد به توپ هدف و اینکه خود کیوبال هم افتاد هستن.
هیچی دیگه. چهار تا خطا تا اینجا. هر چهار تاش هم کیوبالش افتاده. بله. آخ 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 آخ. پنج تا خیلیه. یعنی تقریبا 20 امتیاز همینجوری داد. 20 امتیاز و 5 موقعیت خیلی خوب داده به حریفش. واقعا برای کسی که توی لول حرفه‌ای باشه سخت آجای جای سوالش چه. اوه 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 اوه. این از لحاظ روحی بچه ها درگیره. فکر نکنید که تکنیکی مشکل داره هافکینز ها. این از لحاظ روحی فکرش درگیر، ذهنش درگیر، باعث میشه که اینجوری این خطاهای خیلی ساده رو بده. اونم نه یه بار، پنج شیش بار پشت سر هم. اینقدر اومد پاور بده به توپ. اصلا چوب کلن یه مسیر دیگه یو تهی کرد. میفته کیوبال میفته. بله متاسفانه موقعیت توپ سبز رو نگاه کنید. کیوبال هم میفته. بله آخ 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 آخ. این ضربه هم ظاهرن راحته ولی انصافا سخته. انصافا سخته ولی خب خیلی دیگه کلوفت برید اصطلاحا. خیلی کلوفت برید. یه زن نازکتر میبارید. احساس بکنم به خاطر اون اونجوری ضربه رو زد که کیوباله بتونه مسیر رو درست طی کنه. یعنی از بغل توپ 3 و 4 رد شه برگرده و همین باعث شد که توپش اصلا پات نشه. این همه ضربه خطکش از ترامپ که نمیشه. اوه در پاکت رو پات نکنی خیلی عجیبه. موقعیت به ویلیانز بدی اونم استفاده میکنه. خب بچه ها اینم از این ویدیو. ویدیوی زیر پوست ضربات خوب بازیکن‌ها رو ما نشون دادیم این سری که همه آدم‌ها ضربات بدی میزنن. البته ناگفته نماند یکی مثل سالیوان 3000 تا 4000 تا فریم بازی کرده. از این 3-4000 تا فریمی که بازی کرده بالاخره هیچ نباشه 100 تا ضربه رو بد زده دیگه. یه چیز خیلی طبیعیه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین لایک کنید. اگه نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید توی کامنت ها حتما برام بنویسید. و اینکه اگه از ورزش اسنوکر و بیلیارد خوشتون میاد و علاقه دارید پیشنهاد میکنم که کانالمو سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خداحافظ شما.